بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، فطر الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته و بتد بالصخور ميدان ارضه، ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم بنتيجة العالم فخر العرب والعجم سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف السفراء المكرمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، حجة ابن الحسن المهدي روحي وارواح العالمين، لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله وغضب الرحمن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وكن اللهم لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خداوند وجود مقدس و نازنین آقا و مولایمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به سلامت بدارد، روز شهادت جانکاه و دردآور و غریبانه و مظلوم امام مصطفی علیه السلام است، جهت عرض تسلیت و تعزیت محضر منیر امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و نثار روح نازنین اون بزرگوار صلوات بفرست. و ارواح همه مؤمنین و مؤمنات، پدران، مادران، حقداران، علما، وابستگان به این جمع حاضر و این بیت شریف، مخصوصاً روح مرحوم تازه گذشته حضرت حجة الاسلام والمسلمین آقای حاج سید علی آقای شیرازی قدس الله نفسه الشریف، همه را شاد کنید به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. این مصیبت ناگهانی و بغتتن رو ابتداءً خدمت همه حضار، علمای اعلام، فضلای گرام، از جانب خودم و همه عزیزان محضر مقدس جناب مرجعیت بزرگوار حضرت آیت الله العظمای شیرازی و کلیه عزیزان وابسته به این بیت معزز تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند عزوجل
طلب مغفرت برای اون بزرگوار و درجات عالی و صبر جمیل و اجر بزرگ برای خانواده این بزرگوار، مخصوصا والد معظمشون حضرت آیت الله العظمی شیرازی دارم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اونچه که مردم در این امت مخصوصا قسمت بعد از خاتم الانبیا مصیبتی را کشیدن، خب مصیبتی را کسی می کشد در اثر بلند پروازی، در اثر جهل، جهالت، خب خودش آثارش رو می بیند. ولیکن بعضی از وقتها هست که عدم تسلیم موجب می شود که آیندگانی و نسلهایی همه از بین بروند. صلوات عنایت ارواح همه مؤمنین و مؤمنات، مخصوصا روح عزیز تازه گذشته حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حاسد علی آقای شیرازی را هم شاد کنید به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بدین گونه گفته شده است که الاسلام هو تسلیم، اسلام تسلیم است. تسلیم چی؟ تسلیم خدا، تسلیم وحی، وحیی که در سوره شورا که اساس و موضوع این سوره وحی است، از ابتدای این سوره که آخرین سوره هم هست که بر پیغمبر اکرم نازل شده است و هیچ گونه شبهه نسخ و منسوخ بودن و آیات متشابه و اینها هیچ در این سوره راه ندارد. از اولش که می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، حم میم عین صاد، تا انا اوحینا الیک كما اوحينا الى الذين من قبلك فاتبع ما يوحى اليك من ربك، ما وحی به تو کردیم. ابتدای این سوره را شروع می کند با وحی، همینطوری که به انبیای قبل از تو، از نوح شیخ الانبیا علی نبینا و آله و علیهم الصلاه و السلام شروع می کند، به اونها وحی کردیم و دیگران. پس اکنون که این طور است، شمای خاتم الانبیا فتبع ما یوحا الیک، دنبال اطاعت و پیروی ما یوحا الیک باش، وحی را. چرا؟ چون وحی از جانب خالق است، از جانب خالق ارض و سما، دنیا و آخرت. یه بالاتر از خدا دیگه کی؟ وحی از جانب کسی است که خلق بشر کرده، خلق جن و انس کرده، خلق عقل و عقلا کرده، خودش از عقلاست، رئیس عقلاست، خالق خلق و خالق عقل و عقلاست. وحی از جانب اوست، وحی از جانب کسی است که به تمام نیازمندی های بشر و غیر بشر آگاه است. او میداند اسباب سعادت اونها متوقف در چیست، در وحی است. او به تمام نیازمندی های این بشر و جن، این دو طائفه عاقله، مخصوصا این دو طائفه عاقله، خوب آگاه است. نیازمندی های مادی
معنوی، ملکی، ملکوتی، دنیوی، اخروی آنها همه منتوی و پیچیده شده در وحی است. فتبع ما یوحا الیک، این قرآن حجت است بر همگان. لذا می فرماید پیغمبر به خدایت قسم، فلا و رب بکه لا یؤمنو، ایمان را اینجا در لسان وحی قیچی می کند، می برد. فلا و رب بکه، به خدایت قسم ایمان ندارن اونهایی که در مقابل وحی سر کرنش فرو نمی آورن. حتی یحکموک، مگرانی که در امور خودشون شما را حاکم کنند و حکم تو باشی. سپس اون چرا که فرمودی در خودشون چندششون نشود. لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، که چرا مثلا این جور گفت، چرا این جور که مثلا من با این عقل ناقص ضعیف بسیار محدود اندک اندکم چیزهایی را شاید بفهمم، چرا اینجور نگفت؟ لا یجدو فی انفسهم حرجن من ما غزید، بلکه و یسلمو تسلیم محض خدا و رسول باید باشه. خداوند اطاعت مطلقه را بدون هیچ قید و شرط را بر خودش و پیغمبرش و اونهایی را که خودش فرمود، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی امر علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و سایر ائمه اطهار، اطاعت مطلقه را بر اینها واجب کرده است. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، به طور مطلق جارب ابن عبدالله انصاری سوال کرد از حضرت، از رسول خدا، وقتی که این آیه نازل شده بود که اطاعت خدا را که خب میفهمم، پیغمبر را هم میفهمم، من اولی الامر، این والیان امر، ولی امرها کیا هستند؟ تبسمی کرد پیغمبر اکرم و فرمود از وقتی که این آیه بر من نازل شده بود خیلی دوست داشتم کسی میپرسید از وضعیت این آیه، تو پرسیدی. خیلی حضرت خوشحال شد، فرمود مراد از ولی امر علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و 11 امام از نسل امام معصوم از نسل اون بزرگواران هستند. تا شمرد را رسید به وجود اقدس و نازنین حضرت بقیت الله العظم امام عصر مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف. فرمود اطاعت اینها فقط واجب است، ولا غیر و بس، و شامل حال هیچ کسی بلغ من بلغ نمی شود. یکی از مصیباتی که بیش از همه مصیبت هایی که امام مجتبی علیه السلام در زمان خودشون کشیدن، قضیه بیوفایی مردم کوفه بود. امام به علم امامت می دانست که اینها اهل وفا و وفاداری نیستند. بعد از پدرش امیرالمؤمنین در روز 21 ماه مبارک رمضان اون خطبه قراء رو خون، اون آیاتی را که در شأن پدرش و در شأن خودش و در شأن ائمه از آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین نازل شده بود، از آیه مودت و سایر آیات دیگر بر مردم خوان. گریه او را امان نداد، مردم همه گریستن. ابن عباس بلند شد، منتظر چه هستید؟ و بیعت انجام شد تمام. و فرمود به اون حضرت خبر رسیده بود که معاویه لشکرهایی را فرستاده و در نزدیک شهر انبار عراق
اینجا دارن خلاصه به این جه ها رسیدن و اتراق کردن. حضرت لشگرهایی را گسیل داشتن به سمت و سوی معاویه و اونها را موعظه کرد، نصیحت کرد و فرمود میدانم که اهل وفا نیستید. و این جمله را حضرت قبل از هر حادثه و هر رخداد نظامی به اونها گوش زد کرد، میدانم ولیکن مطیع باشید، خیانت نکنید در این امر. اونها را فرستاد، اون نانجیبی که فرمانده لشکر بود و 4000 نفر زیر دستش بودن، معاویه بلا فاصله شبانه او را خبر کرد که بله 500,000 درهم برای او فرستاد. او هم همون شبانه با افرادی از نزدیکان خودش، افسران عالی رتبه، همه را صبح که شد رفتن اون طرف. صبح گفتن پس کو امیر لشکر برای اقامه نماز؟ قیس ابن سعد ابن عباده، ایشون او را نفرین کرد و گفت این خائن، رفت به اون طرف نماز رو خون و به هر حال خیانت ها شروع شد و قیس مردم رو موعظه کرد که خیانت نکنید، همینطوری که این خائن خیانت کرد، همینطوری که این خائن به خدا و به پیغمبر و به مردم خودش و به خودش و به امام مصطفی خیانت کرد، اهل خیانت نباشید. لشکر دیگر را فرستاد امام مصطفی با فرمانده دیگر. معاویه دید که خوب زود اومد با 500,000 درهم، یهو نرخ آورد پایین، 5,000 درهم فرستاد. این نامرد هم رفت. همینطور لشکری بعد لشکری نامه ها را نوشت به امام مصطفی علیه السلام که این نامه های لشکر توس فرستادن برای من. آخرین نامه این است که اگر خواستی حسن ابن علی را دست بسته تحویل تو میدهیم. این مصیبت رو انسان به کجا ببرد که بعد از آنی که مکرر در مکرر حضرت اتمام حجت کرد با مردم، این روش و منش خداست اتمام حجت با مردم و روش و منشی است که خداوند به انبیای خودش تعلیم فرموده، رسولان مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول و کان الله عزیزا حکیما. فرمود والله اگر چنین کنید طولی نمی کشد این معاویه اون چرا که در نظر شومش دارد، براندازی نسل خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین و به تبع شیعیان هست، احدی از شما رو باقی نمی گذارد و طولی نمی کشد که من بچه های خودتون را و خودتون بچه های خودتون را خواهید دید در خانه بنی امیه که دست جدایی دراز می کنن. این معاویه یک همچو پست پلشتی هست و اینها می شنیدن و تسلیم نمی شدن. حضرت اون صلح‌نامه رو به اون نامرد امضا کرد، وارد کوفه شد، رفت بر منبر نشست و گفت، البته این در قبل از کوفه بود، نمازی خوان و بر مردم صحبت کرد و گفت اون این مواد صلح‌نامه است که من با حسن ابن علی امضا کردم، تمام اینها تحت قدمه هاتین، تمام شد. همان وقت زد زیرش، لااقل ناپاک 6 ماه 1 سال یک حوادث و رخدادهایی را همونطور که همه دنیا بازان و دنیاداران و ناپاکان عالم ایجاد می کنن، صحنه سازی هایی می کنن و نتیجهش این که مثلا بعضی از اون مواد را در این فاز اول از بین ببریم، بعضی دیگرش را در فاز دوم، در 2-3 فاز امر از بین ببریم، نه یک جا گفت همه تحت قدمم، من نیامدم که بر
شما بگویم نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج به جا بیارید، به جا بیاورید و کذا و کذا. میخواستم بر شما حکومت کنم و سلطنت کنم و این امر بر من هموار شد. و کرد اون چرا که کرد. من به یکی دو سه موردش از پیشگویی های امام مصطفی علیه السلام اشاره می کنم. حضرت فرمود اون چرا که من با معاویه انجام دادم خیر لکم مما طلعت علیه الشمس او غربها، بهتر است از اون چه که خورشید بر اون طلوع می کند و از اون غروب می کند. اگر بفهمید، اگر بفهمید. طولی نکشید بعد از آنی که امام مصطفی علیه السلام شهید کرد اون حضرت رو، شروع کرد به شماتت ها و شرارت هاش. اول کاری که کرد اراذل و اوباش حرامزاده، چون خودش حرامه، معاویه یک حرامزاده است، معاویه یک اولاد بقی است، چیزیه که خودش ابو سفیان پدرش گفت به ما، به همسرش هند، وقتی که بوبکر لعین بر سر کار آمد و ابو سفیان در مدینه سر و کلهش پیدا شد که بیا با هم تقسیم کنیم و سهمیه ما رو بده، او را مسلطش کرد بر منطقه شامات. شامات هم میگوین شامل اردن و سوریه و لبنان و همین فلسطین کذایی و و و و تا قسمتی تا اوائل رفح مصر و تا تمام اینجا رو شامل میشود. او را مسلط بر این جهاش کرد. یزید ابن معاویه را، یزید ابن ابو سفیان را که برادر بزرگتر معاویه است، وقتی که این طور شد و نامه را داد به او و او رفت برای انجام مأموریتش، ابو سفیان اومد تو خونه و به همسرش، اینا سنی ها نوشتن، به 4-5 سند از عامه است، ابو سفیان اومد تو خونش به همسرش هند گفت میدانی چه شد؟ یک نوید خوشی به تو بدهم، نوید خوشی به تو بدهم. گفت چه؟ گفت فرزندم یزید ابن ابی سفیان رو منصوب به خودش کرد، گماشته شده است بر منطقه شامات و فرزندت معاویه شد تابع فرزندم یزید و هر دو فهمیدن مراد چیست، چون خودش گفت معاویه مال من نیست، معاویه مال تو است، کسانی دیگه با تو ارتباط داشتن تا این پلید درش پیدا شده است. فرزندت معاویه تابع شد فرزندم یزید را. حالا این از خودشون تا بقیه دیگه که بماند. شروع کرد اراذل اوباش خودش رو گسیل داشت به اطراف و اکنا. اول بسر بن ارتاط ملعون، همانو پول پاشی کرد برای بسر، چقدر در اختیارش قرار داد، برو به مکه، مدینه، یمن، اون چرا که اول صحبت و سخنرانی کن بر مردم، بگونه ای سخنرانی کن که مردم بفهمن که اگر نام علی اینجا برده شد خانه و کاشانه و همه چیزشون در خطر است و هر کسی که، و سپس بیعت برای من از اونها از شیعیان علی بگیر و اگر کسی بیعت نکرد بلا فاصله او را بکش. وقتلهم علی حب علی ابن ابی طالب به ظن و تهمه، به احتمالی هم که بدی بکششون. و این ناپاک با این به قول امروزی ها آتش به اختیاری که رفته بود اونجا، کرد اون چرا که اصلا زبان الکن است از گفتنش. این بسر ابن ارتاط ملعون سمرت ابن جندب را فرستاد به یکی از شهرهای شیعه نشین بصره. سمره در طول یک سال
که مأموریتش را انجام داد 8000 شیعه را فقط خودش کشت در بصره، اطراف بصره، و کسانی که دیگران را فرستاده بود اونا جدا هستن. برگشت اومد به معاویه، مقدار دیگه هم خوشخدمتی خودش را برساند هم مشمول پولپاشی های او بشود. معاویه گفت شنیدم گفت معاویه 8000 را با این دستم کشتم، با این دستم، این یکی فعلا بیکار با زاپاس بوده. گفت در بین اینها احتمال نمیدادی کسی بی گناه از نظر اونها بی گناه باشد؟ گفت ابدا، و اگر بگویی میروم و دو برابر این 8000 را با این دستم 16000 دیگر رو میکشم. این خونا شامان، ای دنیای دموکراسی، ای مراکز حقوقی، ای مراکز جنایی، ای مراکز کیفری، که این کتاب ها همش جلوتون باز، این پرونده های حقوقی، این پرونده های جنایی، این پرونده های کیفری، این معاویه است. زیاد ابن ابی حرامزاده را فرستاد به کوفه، مرکز تشیع، و این همه شیعیان را میشناخت، در هر کوی و برزن میشناخت. شیعیان را آورد، پای راست دست چپشون را بر خلاف قطع میکرد، زنده زنده اونها را در قبر میگذاشت، سیخهای آهن را سرخ میکرد و به چشم مردم میکشید. جنایاتی کرد که تاریخ به روی خود ندیده چنین چیزی را. معاویه ابن خدیج عمرو ابن عاص را فرستاد به سمت سوی عرض شود که مصر، و اگر کسانی رو اونجا میدیدن میکشتن. اول بار محمد ابن ابی بکر رو دید که نماینده امیرالمؤمنین بود، محمد رو گرفتن در حالی که زنده بود، دستهای محمد رو تکه تکه قطع میکردن و زنده بود، میدید که این دست منه، سه تیکه شد افتاد اینجا. پاهای او را تکه تکه کردن در حالی که میدید او را در شکم الاغی مرده ای گذاشتن، بقیه اعضاش ریختن جلوش، زنده بود، او را زنده آتش زدن. این معاویه است، این خال المؤمنین این ناپاکان هست. امام مصطفی علیه السلام فرمود تسلیم باشید، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم لا تجدو فی انفسهم حرجن من ما قضی و یسلمو تسلیما. حجر ابن عدی را با کمال شدت و حدت شهید کرد. وقتی که امام حسین علیه السلام به او اعتراض کرد، دیگران اعتراض کردند، حتی عایشه ملعونه اون ناپاک به این اعتراض کرد، در مقابل افکار عمومی خودش را دید چه بگوید؟ گفت خدا لعنت کند زیاد ابن ابی را، اینا را این کارای اون کرده. همینطوری که اصلا همیشه این دنیا بازان تا آخر این زمان به گردن همدیگه می اندازن و دامن خودشون را پاک میکنن. یزید پسرش هم همینطور کرد، وقتی که خودش مقابل افکار عمومی دید در شام، گفت خدا لعنت کند عبید الله ابن زیاد، این کار سر امام حسین به این وضعیت او ایجاد کرد، او بغض مرا در دل مردم ایجاد کرد. یکی بگه ناپاک زیاد ابن ابی فرماندار تو است که تو میگی حملنی علی ذلک، یه بار میگفت او کرد، یه بار میگفت حملنی علی ذلک زیاد ابن ابی، او مرا بر این کار واداش کرد. ای پست پلش، تو زیاد ابن ابی استاندار تو است یا تو استاندار او هستی؟ تو ولی و بزرگ او هستی و یا او جانشین و یا او دستشونده تو است؟ اگر که او استاندار تو است، تو تابع استاندارت هستی؟ فرافکنی میکنی؟ از این شاخ به اون شاخ میپری؟ و این پرونده ها باز است. تا کی دنیا میخواهد همینطور نگاه کند و از کنارش خیلی آرام بگذرد تا ولی عصر از جلال الله تعالی فرجه الشریف بیاین؟ سخن در این رابطه الا ما شاء الله هست.
به همین مقدار بسنده می شود. خدایا پروردگارا دلهای همه ما را تسلیم امر محمد آل محمد بفرما. وقتی که پیغمبر نگاه به سیمای امام مصطفی علیه السلام می کرد گریه می افتاد و در وصف اهل بیتش بیاناتی می فرمود به نقلی که مرحوم صدوق در امالی نازنینش فرموده است. به امام مصطفی که می رسید می فرمود تبکی علیه الملائکه و سبع الشداد و یبکی علیه کل شی بر مصیبت امام مصطفی می گرید. تبکی علیه الحیتان فی جب البحار و الطیر فی جب السماء. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله. بدن نازنین امام مصطفی رو آقا ابی عبدالله قصدادن کفن کردن نماز خوندن به وصیت امام مجتبی آوردن تو حجره پیغمبر اکرم. این ملک امام مجتبی است اینجا. رسول خدا این مسجد رو که از اون یهودی ها روز اول ابتدای ورودش خرید و بعدن وام هاش قسط به قسط هر ماه یا نداد و اون یهودی مسلمان شد و بقیه را نگرفت و اینا، ملک پیغمبر اکرم بود. بعدن نصیب فاطمه زهرا شد، ارث مربوط به اولاد صلب از خاتم الانبیا، یک فاطمه بیشتر نداشت. و بعد اینها ارث امام مصطفی علیه السلام و امام حسین بود. امام رو از خانه خودش، در خانه خودش دیگران رو به قصد دفن کردن. بر خلاف قرآن یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. امام زمان بیاد و اون دو نحس شوم رو از اینجا بیرون بکشد. فرمود مرا ببرید در کنار جدم خاتم الانبیا، اگه اون زنی که یه پلشت پلید ممانعت کرد مرا برگردانید در کنار قبر جدم فاطمه بنت اسد در بقیع. ابن عباس میگه بدن نازنین امام مصطفی را آوردیم، فاذن انا رأیت شخصا تظهر شرفی وجهها. یه شخصی را دیدم شر از سر و سیرتش میبارد و هی عایشه اومد با مروان ملعون بیرون، سوار بر بغل و قاطر خودش گرد، تیر و کمان به دست او داد. آخ بمیرم علامه یه مجلسی در 44 بهار می نویسه از قول ابن عباس شاهد اون صحنه ورورم او جنازته بن نبال.
بدن امام مصطفی را یا اهل العالم. چه کسی زیر این آسمان بر فراز این کره زمین دیده بدن مرده کسی را مقابل چشم بازماندگان زن و فرزندش آماج تیر کنن؟ حتی تا جایی که در روایت دارد 70 چوبه تیر از کفن امام مصطفی بیرون کشید آقا ابی عبدالله. اما یه جمله را امام ابی عبدالله گذاشت بر کنار نهر الغمه. در کنار نهر الغمه دست گرفت به کمر نازنینش، فقام الحسین منحیا و راکعا و قال الان انکسر زهری و قلت حیلتین. صلى الله عليكم يا آل رسول الله ورحمة الله وبركاته. بسمك العظيم الأعظم يا الله. نازنین فرزندشون امام عصر به سلامت بدار با برافراشته شدن پرچم ظهور موفور و سرورش، قلب داغدار اون مولا مسرور بفرما. این قلیل عرض ادب به ساحت قدس عمو جانشون امام مصطفی علیه السلام در این دار و فقه، دار و سیادت و شرف و العلم، از همگان به شایستگی قبول بفرما. علمای اعلام، مراجع اعظم، مشعلداران هدایت، خاص حضرت آیت الله العظمای شیرازی به سلامت بدار. گذشتگان، گذشتگان از این جمع، مخصوصا روح تازه گذشته مرحوم مغفور حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج صدعلی آقای شیرازی قدس الله نفسه الشریف، همه را غریق بهار رحمتت بفرما. حظی وافر از این مجلس و محفل ما عائد واصل روحشون مرحمت بفرما. به والدین بزرگوارشون، خانواده بزرگوارشون صبر جمیل، اجر بزرگ، عنایت بفرما. و عجل فی فرج مولانا. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک ابن امیر المؤمنین و ابن سیدة النساء، السلام علیک و علی اخیک الصبط الاکبر لرسول الله الحسن الزکی، السلام علیک و علی اخیک ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین و اختک العقیلة زینب و ام کلثوم سلام الله علیهما و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا مولای علی ابن موسی رضا السلطان ابا الحسن، السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة، رزقنا الله في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، الأمان الأمان من فتن آخر الزمان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام ورحمة الله وبركاته. هدي بأموات شيعي أمير المؤمنين مرحوم مغفور تازه گذشته، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. Allah'a emanet olun.
سلام.